دکتر نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. خانم ابراهیمی سلام بر شما، سپاس از حضورتان در تورو نیوز. جزئیات تازه از نبردهای ولایت بدخشان به ویژه از حمله مخالفین بر ولسواری تگاب در میان بگذارید. به نام خدای عدالت و آزادی، با عرض حرمت خدمت شما و بیننده های تلویزیون، با یک تسلیت ویژه به تمام مردم افغانستان که امروز ما در شورا حداقل شاهد ازی بودیم که بیش از 7 ولایت صدای نماینده هایشان صدای ازی را میکشیدند که در ولایت ما به تعداد 20 30 و 40 50 نفر جانهای شیرینشان از دست دادن، اخصا شهدای آخر که در ولایت بدخشان به خصوص ولسوالی تگاب که بیش از بین 35 تا 40 کامار کاملا دقیق نشده تا لحظات که من اینجا میرسیدم حداقل 38 نفر بر ما گفتن، یک تسلیت بر تمام خانواده های از اونا عرض میکنم از امی تریبیون تلویزیون و خود شریک غم خانه هایشان میدانم. متاسفانه حادثه که امروز به وقوع پیوسته در ولسوالی تگاب و در کل در ولایت بدخشان مسئله امروزی نیست که بلکه مسئله 3-4 سال است. اما آنچه که مهم است ایست که چرا دشمن ارجیت و مهم بودن ولایت بدخشان بسیار زیاد درک کرده، ولی متاسفانه حکومت امی ارزش ها برش بی تعریف است. در ولایت که ما شاهد باشیم که والی یک ولایت از احکام و فرمانهای رئیس جمهور نافرمانی کنه و سرکشی کنه که بیش از ده ها موارد است که من میجا اسنادش دارم، از او شما توقع نداشته باشین که از کار بیای از قماندان فرمان برداری کنه. یک فاصله جدی بین قماندان و عسکر هم موجود می باشد. در به با عمق قضیه اگر فکر کنیم امیست که ما در حکومت محلی متاسفانه هماهنگی وجود نداره، متاسفانه یک والی صاحب است که ما 18 موارد تخطی و تخلف قانونیش هم اینجا با خود دارم که ما به دسترس شما قرار میتم، توقع نداشته باشیم که خطوط از اینا میتونه که یک اداره درست شوه و نظم درست بیایه. وقتی یک والی مثلا از سفر میکنه، سرپرست مطابق قانون باید معاون والی را مقرر کنه، متاسفانه قماندان امنیه را سرپرست مقرر میکنه. در یمگان است که یمگان چی میگذره، در تگاب چی میگذره و نبرده که بخاطر پاکسازی خاش جریان داره. وقتی که در یک خانه سرپوش نبود، در یک دیگ سرپوش وجود نداشت، منتظر ازی نباشین که دیگ حتما آری از میکروب می باشد. طبیعی است که وقتی دیگ سرپوش نداشت، داخل دیگ از ستونای آشانه هم میتونه هم خاک و گل و کثافات بفته. هم فراموش نکنیم که در بحث نادا امنیتی کسان دیگه هم هستن که مسئولیت نبردار دارن. در مورد اینا و کاری ناشی میگه. اماهنگی یگانه دلیل ولسوالی تگاب، حادثه که در ولسوالی تگاب به وقوع پیوسته، یگانه دلیل عمدهش عدم اماهنگی بوده که از ولایت شروع تا حکومت محلی. چگونه؟ بیشتر بگیم در موردش؟ وقتی قماندان، وقتی که والی نمیتونه که مثلا هدایت درست بده جنگ، شما مطمئن هستین که والی ولایت به گونه مستند گفته میتونین که اماهنگی نداشته و هدایت نداده و جنگ درست کاملا یک قدم اماهنگی بوده؟ کار به حال کار داده نشده. ببینین وقتی که قماندان امنیه ولسوالی خبر نمی باشه که پلیس محلیش که مربوط از او ثبت است و راجستر است بر از او و معاش میته بر از او، خبر نمی باشه که پلیس به چی تعداد به کجا رفته، وقتی که از قماندان امنیه اجازه گرفته نمیشه، در اینجا کار به کدام اهل کار داده شده، کارشکنی در کجا بوده، کی بوده که فرمانده پشت پرده بوده که این نفرها را هدایت داده با تلفن که شما برین، بدون از اینکه بفهمن که در اونجا وضعیت امنیتی در چی حالت است. ما از عمق قضایا همین لحظه که میایم هر لحظه تا با فامیلی و شهدا و حوادث کنجه شده در ارتباط هستم. بدون از اینکه اماهنگی وجود داشته باشه، بدون از اینکه ببینین فعلا در یک خط که حالا وقتی که شما میگین که از عمق قضایا آگاه هستین و در تماس هستین، پس بگوین که چی میگذره. حالا شما بیشتر تمرکزتون روی کارهای والی ولایت است. اگر در مورد والی ولایت هم شما مقصر اصلی میدانین، مستند بگوین که والی چیگونه باعث سقوط تگاب شد. چرا ما اینقدر واکنش هستیم؟ تنها وقتی که 40 نفر شهید شد، 20 نفر شهید شد، سر و صدای معالم هم میگیره. خب، در حالی که اسباب ازی وجود داره. اگر از قبل شما آگاهی داشتین، وقتی که شما از قبل آگاهی داشتین و در مورد والیتون میفهمیدین، چرا این صدا را بلند نکردین؟ بارهای صدا بلند شده. پس نتیجه چی؟ نتیجه نداره. امروز هم که شما میبینین اینجا که صدا میکشیم، دیروز شام با وکلای بدخشان بیش از 7 نفر حداقل با لوی دریستیس در ما خانهشان مجلس داشتیم، امروز پنجونیم با وزیر دفاع مجلس داریم، با رئیس امنیت مجلس داریم، جمع وکلا تنها یک
نفر و دو نفر نیست. به نظر شما مسئولیت ما چی است به جز از اینکه صدا را انتقال بدیم و بکشیم؟ ما میتونیم که تیاری نظامی ببریم؟ شو بر ما وعده داده شد که بیش از 40 نفر ما انتقال میتیم برای کمک اونا و سلاح ثقیله. تا ساعت که به اینجا میامدم تلفن کردم، اول گرفتم متاسفانه هیچ چیز انتقال داده نشده. سو شب بر ما وعده داده شده بود که با تیاره‌های هلیکوپتر هدایت داده میشه که با راکت و چی داخل صحنه جنگ شود. وقتی که در یک جبهه شما 40 نفر سربریده و به خون لوتیده میبینید، شما فکر میکنید اونجا روحیه جنگی بر عسكر وجود میداشته باشه؟ اونجا روحیه وجود میداشته باشه که دوباره مقاومت کنه؟ مقاومت نه، حداقل ما خطوط خود نگاه کنن. به هیچ صورت نمیتونن، به دلیل از اینکه انگیزه جنگ از بین میره. حداقل ما نمیتونیم. از وضعیت تگاب بگوین که در تگاب چی میگذره. عملیاتی که به خاطر پاکسازی خاش انجام میشه و جریان داره چی گونه است؟ بله، در ولسوالی خاش عملیات آغاز شده بود با استفاده از فرصت که نیروهای امنیتی مکمل اونجا مصروف شده بود. طالبان تانستن با مقوات ها و برنامه ریزی دقیقی که دارن، با نمو رهبری دقیقی که دارن، با نمو امکانات که دارن، تانستن که از او قسمت که خاش اینجا مشغول بسازن. پلیس طالب به تعداد 150-120 نفر حداقل از 120 تا 150 به طرف تگاب بروند که همزمان با اینمی آلت، با وجود که ما در ولسوالی تگاب حداقل 200 نفر نیروی امنیتی امیال برحال داریم، اما متاسفانه در نبود عدم هماهنگی ما کی را بگیم؟ ولی را نگویم که شما میگین امیل از نگو، قماندان امنیه را نگویم که در کابل موجود بوده، رئیس امنیت را نگویم که کار کرده یا نکرده. پس کی مقصر است؟ عدم هماهنگی به معنای چیست؟ عدم هماهنگی حکومت محلی چی معنی میده؟ امی معنی میده که کسانی که در رأس حکومت محلی هستند توجه نکردن. ما بریم عسکر مقصر بدانیم؟ عسکری که برش هدایت داده شده که برو در جنگ، یا کسی که مدیریت میکنه جنگ؟ به نظر ما باید کسی که مدیریت میکنه مسئول است و جوابگو باشه. بس دیگه این است خانم ابراهیمی، کالا پاسخگو کی باید باشه وقتی که وضعیت این گونه است در بدخشان؟ حالا چی تدابیر باید جای دست گرفته شود؟ تدابیر ما یک شخص نظامی نیستم، ما کسی هستم به نمایندگی مردم بدخشان هستم. شما صدای مردم را باید برسونین. حداقل مردم خواستشون چیست؟ مردم چی میخواین؟ چگونه تدابیر را مردم میخواین از حکومت که در مناطقشون باید عملی و اجرا شود؟ حکومت با زبان خود میگن که امی جنگ وسیل سایه که فعلا در افغانستان است از توان ما پوره نیست. خودشان میگن وظیفه نماینده مردم شما انتقال دادن است. ما رفتیم فریاد کشیدیم، حکومت وجود نداره، مدیریت وجود نداره و به مردم دیگه جواب میتین که هیچ کسی نیست که یعنی برشون باخساس بکنه. شما دیدین امروز مجلس نمایندگان تعقیب کردن صحبتایشان؟ بیش از 7 الی 8 نماینده های ولایت های مختلف صدا کردند. شما اخبار میخوانین میبینین که پیش از 7 الی 8 ولایت فعلا در جنگ است و بیشترین تلفات ما در بین 24 ساعت داشتیم. ایره ما میگیم یا عملکرد میگه که وضعیت حکومت در امید یک مسئله است؟ یعنی وظیفه شما جز امین است که صدا را انتقال بتین، ولی به این مسئولان نهادهای امنیتی هم شما رای دادین. بس رای خوب از گال دوباره چون دهی میزا اقدر مطرح شده، ما یک شخص هستم. یعنی شما بله. به گونه مسئولیت داشتیم کاملا با شما موافق هستم. پس با شما موافق هستم. پس حالا مردم از که انتظار داشته باشه؟ رئیس جای هم رای داده. خب مردم از که انتظار داشته باشه؟ خب مشکل همیست، حکومت با زبان خود اعتراف میکنه که جنگ فعلی از توان ما نیروهای امنیتی پوره نیست، چی در جلسات عمومی، چی در جلسات کمیسیونی، چی در جلسات شخصی. یعنی برای شما مسئولان بله. حکومت گفتن که این جنگ را نمیتونه پیش ببره؟ این جنگ از توان ما پوره نیست مدیریتش. این یک جنگ فرا افغانستانی است. اگر واقعا این جنگ مدیریتش به دست حکومت باشه و از توانشان پوره باشه، شما اینو میفهمید که بدخشان یکی از مهمترین ولایات افغانستان است. ولی بدون از بدخشان چرا بر بدخشان توجه نیست؟ اگر قرار باشه امروز المند، اگر قرار باشه همین چند لحظه قبل مخبر شنیدم که میگن که از خانه های حکومت نتونه جنگ را مدیریت بکنه، تا امروز چگونه این نیروهای امنیتی تونستن که در برابر مخالفین مقاومت بکنه؟ ما چه وضعیت قرار داریم؟ میره میفهمید حتی باور نمیشد که افغانستان دیگر حکومتی شده ما پیدا بکنه. ولی امروز میبینیم که نیروهای امنیتی هستن که با شجاعت در برابر مخالفین میجنگن. بس نیروهای امنیتی که در خطوط کار میکنن تا بس کسانی که تصمیم گیرسته است گیرنده هستن تشخیص تفریقی باید بدیم. ما کسانی که در خط اول خون میریزانن اونا را به هیچ صورت حق نداریم که برشان انگشت انتقاد دراز کنیم. اونا بچه های غریب هستن که میرن و قربانی نمی خاک هستن. ای وضعیتی را که میبینی قربانی هم اوناست. میگه که دیگه نمیتونه جنگ مدیریت بکنه. ببینم ما چیزی را میگیم که با حکومت مینشیم و میگیم. ما امشب افت وکیل با لوی دریستیس مملکت دیدیم، صحبت ما همی بود که گفتن ما با وزیر صاحب دفاع زنگ زدیم، از بس که وزیر صاحب دفاع بیش از 6-7 ولایت نام گرفت خجالت کشیدیم که دیگه چی برش بگوین، دیگه شما چه قسم اسناد میخواین؟ پس ایره با او جدا کنین.
در رأس کسانی که هستند مشکل دارند، توانمندی کاری را ندارند، کار به اهل کار نمیتن، وظیفه شکنی است، کار شکنی است، رئیس جمهور همه چیز تصاحب کرده با رئیس اجرایی. خب اجازه بده در مورد والی بدخشان وقتی که این گونه وضعیت جنگ جریان دارد در چندین ولایت همزمان جنگ به پیش میره، پس مشخص در مورد بدخشان شما به عنوان نماینده این مردم چی میخواین، چی باید چه و راه حل جنگ بدخشان در چی میبینید؟ یک بحث که ما خودت میکنیم نمیشه که خلاصه چی میخواین؟ امیست که ما باید صدا بکشیم، امیست که باید حکومت برنامه بگیره، امیست که فعلا جنگ بدخشان به یک حمایه جدی هوایی نیازمند است، یک کار مقطعی برای همین یک دو روز است. ولی اگر ما بنیادی صحبت کنیم، بازم انحصارگری بین حکومت وحدت ملی، عدم اطاعت و فرمانبرداری از حکومت محلی، از حکومت مرکزی، اینا ریشه های مشکل هستند. ما وقتی که ریشه ها را برش نمیپردازیم، ما لحظه که حادثه میشه بر از او صحبت کردن فکر میکنم وقت گذرانی است. وقتی که حکومت محلی فرمانبردار نداره، فرمانده نداره، امو قسم پلیس خبر نمیشه که چند پلیس محلی از کجا به کجا هدایت داده شده رفته شده. یعنی تغییر در مقامات مالی بدخشان را شما راه حل میدونید؟ اگر رئیس جمهور و رئیس اجرایی واقعا دلش بر مردم فقیر و بیچاره بدخشان میسوزه، یک تغییر جدی نیاز است. غیر از یک تغییر جدی نیاز است، نباید رئیس جمهور و رئیس اجرایی تجربه های ناکام دیگه ولایات برای ولایت بدخشان انتخاب کنند. این بسیار یک نقطه مهم است. ولایت بدخشان امقدر کرجیت داره که سه مرز با سه کشور مهم سرشار از معادن پر از موضوعات اقتصادی، با امی ارجیتش حداقل باید رئیس جمهور کسانی را انتخاب کنه به بدخشان روان کنه که شایسته ها باشه، نه ای که تجربه های ناکام ولایات دیگر. سپاسگزارم خانم ابراهیمی از حضور شما در این مرز. سپاس.